سلام، امروز میخوام در مورد گربه حساس نژاد راشن بلو ملقب به دوبرمن پینچر گربه ها صحبت کنم، پس تا انتها با من همراه بشید. از نظر تاریخچه پیدایش این نژاد باید بگیم که تاریخچه دقیق نژاد گربه راشن بلو مشخص نیست، اما اعتقاد بر اینه که این نژاد از هزاران سال پیش در روسیه وجود داشته. برخی هم معتقدند که این نژاد از گربه های آبی سیبری یا گربه های اهلی شده در روسیه سرچشمه گرفته. در قرن 17 گربه های راشن بلو به عنوان هدیه به اشراف و نجیب زادگان اروپایی فرستاده میشدند و به سرعت محبوبیت زیادی پیدا کردند. این گربه ها به دلیل موهای آبی خزدار، چشمان آبی درخشان و شخصیت آروم و مهربونشون مورد توجه قرار می گرفتن. در قرن 19 گربه های راشن بلو به طور رسمی در انگلستان و اسکاندیناوی به عنوان یک نژاد شناخته شدند. این نژاد در سال 1939 میلادی توسط انجمن پرورش دهندگان گربه آمریکا که به صورت مخفف CFA نامیده میشه به رسمیت شناخته شد. امروز گربه راشن بلو یکی از محبوب ترین نژادهای گربه در جهان هست. این نژاد به دلیل زیبایی، شخصیت آروم و مهربونش مورد توجه افراد زیادی قرار میگیره. گفتم راشن بلو حساسه چون دوست نداره نادیده گرفته بشه و اگه به اندازه کافی محبت نبینه ممکنه آسیب ببینه. کم توجهی میتونه منجر به اضطراب یا ترسش هم بشه. راشن بلو میتونه در طول روز زمانی که شما در محل کار هستین خودش رو سرگرم کنه. همینطور گفتیم که به گربه دوبرمن پینچر معروفه چون راشن بلو دارای اندام‌های ظریف و در عین حال عضلانیه که باعث شده بهش گربه دوبرمن پینچر هم بگن. اندازه بدن متوسطی داره، جاهایی از بدنش کوتاه و جمع و جور مثل نژاد پرشیانه. برخلاف برخی نژادهای فعال و باهوش، راشن بلو چیز رو خراب نمی‌کنه و با متانت توی خونه حرکت می‌کنه. راشن بلو با محیط ساکت و آروم کاملاً سازگاره. تغییر رو اصلاً دوست نداره. همینجور خیلی براش مهمه که غذاش به موقع داده بشه. این گربه مانند آلارم سر صبح برای شما عمل می‌کنه تا هیچ وعده غذایی رو فراموش نکنین بهش بدین. اگه به اندازه کافی با این گربه وقت بگذرونین، نتیجه‌اش رابطه عمیق و دوست داشتنی بین شما خواهد بود. در زمینه مراقبت از مو هم باید بگیم که پوشش متراکم بدن این گربه باید دو بار توی هفته شونه بشه تا موهای مرده از بین برن و روغن‌های پوست پخش بشن. برای گربه مسواک هم بزنین تا دچار بیماری‌های لثه و دهان و دندون نشه. راشن بلو به گربه آروم، نجیب و تا حدی خجالتی شهرت داره. این گربه ممکنه ذاتاً کم حرف و خجالتی باشه، اما عاشق بازی کردن و از رفتن به جاهای بلندی که بتونه توی زمان استراحتش بقیه رو تحت نظر داشته باشه لذت میبره. اگه شما مهمون داشته باشین، ممکنه مهمون شما متوجه حضور گربه‌تون نشه مگر زمانی که خود گربه بخواد، اما نسبت به اعضای خانواده خودش، خصوصاً فرد مورد علاقه‌اش، همیشه وفاداره و توی خونه دنبالش میره و حتی روی شونه‌اش میشینه. گربه‌های راشن بلو گربه‌های مستقلی‌اند که به مکانی آروم و راحت برای استراحت نیاز دارن. جای خوابش باید در مکانی ساکت و دور از رفت و آمد قرار داشته باشه. همینجور جای خوابش باید گرم و راحت باشه تا گربه بتونه در اون به خوبی استراحت کنه. اندازه جای خواب هم باید متناسب با اندازه بدن گربه باشه. جای خواب باید از مواد نرم و راحت هم ساخته شده باشه و همونطورم که گفتیم در مکانی راحت و ساکت و دور از رفت و آمد قرار داشته باشه. گربه‌های راشن بلو به طور کلی با انسان‌ها و حیوانات دیگه سازگارن. اونها دوست دارن با صاحبان خودشون بازی کنن و در آغوش اونها بمونن. اونها همینجور میتونن با کودکان و سایر حیوانات خونگی هم به خوبی کنار بیان. کلاً آروم و ساکتن و به ندرت خورناس میکشن یا صدا میکنن. همینجور به ندرت وسایل خونه رو خراب میکنن. مسواک کردن هفتگی برای دندوناشون باید انجام بشه تا از وقوع بیماری پریودونتال پیشگیری بشه. همون کردن گربه هم وقتی که موهاش میریزه باعث میشه که موهای ریخته شده خارج بشه. هر چند هفته ناخن‌های گربه‌تون هم کوتاه کنید. این نژاد علاقه خاصی به همراهی با انسان‌ها داره و هنگام شانه زدن و یا مسواک زدن آروم میشینه. دقت کنید که جعبه خاک همیشه تمیز باشه. نکته مهمی که در مورد این نژاد باید به یاد داشته باشیم، علاقش به غذاست. او بیشتر از نیازش غذا میخوره و باز هم غذا میخواد که این ویژگی او رو مستعد به اضافه وزن و بیماری‌های متعاقب اون میکنه. مقدار غذا و تغذیه در زمان‌های مشخص خاصی از روز و مطمئن شدن از اینکه همه افراد خونه این موضوع رو میدونن مهمه. گربه راشن بلو یه نژاد گربه اصیل روسیه که به خاطر موهای آبی خزدار، چشمای آبی درخشان و شخصیت آروم و مهربونش شناخته میشه. این نژاد در طول تاریخ به عنوان گربه‌ای برای اشراف و نجیب زادگان شناخته میشده و امروز هم یکی از محبوب‌ترین نژادهای گربه در جهانه. از نظر ظاهری راشن بلو نژادی تنومند با عضلات قویه، در کل ظاهر خوبی داره. از لحاظ فیزیکی در دسته گربه‌های کوتاه شرقی قرار میگیره و مثل اونها بلند و باریک و زیباست. بدنش اندازه متوسطی داره و عضلانیه.
به هنگام حرکت و کشیدن بدن گردن کشیده و زیباش مشخص میشه، اما وقتی نشسته گردن با موهای ضخیم و تیغ‌های بلند شونه پوشیده شده که باعث میشه گردن کوتاه و پهن به نظر برسه. راشن بلو به علت داشتن پوشش بدنی دولایی بزرگتر از اون چیزی که هست به نظر میرسه و این چشمگیرترین خصوصیت این نژاده، موهای متراکم ابریشمین و مخملین با زاویه 45 درجه قرار گرفته و طرح‌های روی بدن گربه میندازه به طوری که با کشیدن دست روی اونها باقی میمونه. طبق افسانه ها راشن بلو روزگاری هدف شکارچیان بوده که پوشش مجللشون رو مشابه پوشش سیل میدونستن. این پوشش خاکستری روشنه و معمولا قاعده ریشه‌ای ارغوانی داره و هرچی به سمت بالا و به طرف نوک موها میره تیره‌تر و نقره‌ای میشه. پوشش بدن با انعکاس نور برق میزنه. رنگ چشم این نژاد هم از خصوصیات فریبندشه. در بچه گربه های راشن بلو چشم زرده. در 4 ماهگی حلقه سبز روشنی اطراف مردمک رو احاطه میکنه. هرچی گربه بزرگتر میشه رنگ چشم به سبز روشن و زیبایی تبدیل میشه که رنگ خاکستری نقره‌ای گربه رو قابل توجه‌تر میکنه. چشمای پهن و گردی داره و فقط کمی به سمت گوشه بالایی کشیده شده که به صورت گربه راشن بلو یه حالت زیبایی میده که با رفتار آرومش همخونی داره. یکی از ویژگی‌های سرگرم کننده راشن بلو لبخندشونه. دهان این گربه کمی به سمت بالا چرخیده که بعضن به لبخند مرموز مونالیزا تشبیه شده. ممکنه فکر کنی راشن بلو تنها به رنگ آبی وجود داره، اما در استرالیا و نیوزلند گربه‌هایی که راشن خوانده میشن به رنگ‌های سفید و سیاه هم دیده میشن. یکی از نقاط ضعف این نژاد که میتونه بهش آسیب برسونه اینه که میتونن به آسونی وحشت کنن. همینجور میل طبیعی به خجالت کشیدن و عصبی شدن اونها زمانی که با افراد غریبه آشنا میشن یا در محیط های ناآشنا برده میشن دیده میشه. اگه این فرض درست باشه که این نژاد روزگاری هدف شکارچیان پوست بوده، احتیاط و سرعت بالاشون در فرار کردن توجیه میشه، چرا که با سرعت بالا و کمترین صدا حرکت میکنن تا جان خودشون رو نجات بدن. این نژاد از تغییر خوشش نمیاد و ترجیح میده که همه چی یه نواخت و قابل پیش بینی باشه. ممکنه حتی با عوض شدن میز شام افسرده بشه. این نژاد نسبت به بهداشتش خیلی حساسه، حتی اگه جعبه خاکش اندکی کثیف باشه واردش نمیشه. گربه های آبی رنگ روسی دارای طول عمر متوسط حدود 15 تا 20 سال هستند. برخی حتی تا 25 سال هم زندگی میکنن و مشکلات بهداشتی و سلامتی کمی دارن. فقط کافیست کمی از اونها مراقبت بشه تا بر معرض عوامل بیماریزا قرار نگیرند. دارای اندازه های بدن متوسط و وزن حدود 3 تا 7 کیلوگرم هستند. نرها به طور معمول بزرگتر از ماده هان. اندازه و قد این گربه ها هم بسته به نر یا ماده بودنشون متفاوت و بین 38 تا 46 سانتی متر متغیره. گربه راشن بلو نوع اصلی داره. اولیش نوع آلمانیه که این نوع راشن بلو نژاد اصلی و شناخته شده ترین نوع این نژاده. گربه های راشن بلوی آلمانی دارای بدنی متوسط، عضلانی و کشیدن. سر این گربه ها گرد، پوزه کوتاه و گوش های بزرگ و پهنی دارند. چشمای این گربه آبی روشن و درخشنده است. موهای راشن بلو آلمانی کوتاه، ضخیم و ابریشمینه و به رنگ آبی خزداره. نوع دوم آمریکاییه. این نوع راشن بلو نسخه اصلاح شده از نوع آلمانیه که در آمریکا توسعه یافته. گربه های راشن بلو آمریکایی کمی متفاوت از نوع آلمانی هستند و دارای بدنی کمی کشیده تر و سر کمی بلندتری هستند. و نوع سوم و آخر نوع انگلیسیه که این نوع راشن بلو نژاد کمی متفاوت از دو نوع آلمانی و آمریکاییه و به طور عمده در انگلستان پرورش میابه. گربه های راشن بلو انگلیسی دارای بدنی کمی عضلانی تر و موهای کمی بلندتر از نوع آلمانی هستند. از نظر استعداد ابتلا به بیماری ها گربه های راشن بلو به طور کلی نژاد سالمی هن. اما مثل سایر نژادهای گربه ممکن است دچار برخی مشکلات سلامتی بشن که شاید ترین اینها عبارتند از بیماری های کلیوی مثل نارسایی کلیه، بیماری های قلبی، بیماری های کبدی، دیابت، بیماری های چشمی شامل آب مروارید، گلوکوم و التهاب ملتهمه که در مبحث بیماری ها کامل شرح داده خواهند شد. خوب همراهان گرامی، اینم از معرفی آخرین گربه که نژاد راشن بلو بود. لطفا به کانال یوتیوب هم مراجعه و در کانال عضو بشین، چرا که با عضویتتون از زمان بارگذاری ویدیوهای جدیدم در کانال یوتیوب با خبر خواهید شد. لطفا کانالم رو به سایر دانشجویان دامپزشکی و علاقه‌مندان هم معرفی کنید و منو از نظراتتون محروم نکنید. جلسه بعد با امید خدا میریم سراغ معرفی اولین نژاد خرگوش به نام خرگوش سفید نیوزلندی. تا اون روز خسته نباشید.